در چارچوب دیدارهای روزانه مرجعیت شیعه مسئول هیئت محبان اهل بیت علیه السلام متشکل از برادران افغانی مقیم شهر کرفلید کشور آلمان با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله با معظم الله دیدار کرد و از رهنمودهای ایشان بهره مند شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم الله این فعال مذهبی ساکن آلمان پس از دیدار با معظم الله با فرزند ایشان آیت الله سید حسین شیرازی نیز ملاقات کرد فرزند مرجع قدر در این دیدار طی سخنانی درباره ارزش فعالیت در کشورهای غیر اسلامی به منظور نشر و تبلیغ و ترویج تعالیم و فرهنگ اهل بیت علیه السلام گفت توکل بر خدای متعال در این زمینه بسیار مهم است و انسان باید همیشه به لطف خدای منان امیدوار باشد ایشان ادامه دادند در این حال انسان باید متوجه این امر باشد که هرچه در اختیار دارد از خدای سبحان است لذا باید قدر این داشته ها را بداند و آن را در راه خدای تبارک و تعالی هزینه کند فرزند مرجع عالیقدر سپس به بیان وقایع تاریخی از سیره نورانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرداخت و گفت کسرت دشمنان فراوانی امکانات نامحدودی که در اختیار آنان است اندک بودن جمعیت مؤمنان شرایط سخت و امکانات اندک و ضعیف و موارد مشابه نباید سبب ناامیدی شما بشود بلکه مطمئن باشید که خدای عزوجل مؤمنان را در هر جا و هر زمان در نظر دارد و همیشه یاریگر آنان است ایشان ادامه دادند با واکاوی جنگهایی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تحمیل شد متوجه خواهی شد که مؤمنان همیشه در اقلیت بودند ولی پیوسته بر دشمنان چیره و پیروز می و در نهایت با استعانت از خدای صبحان و استقامت از فراز و فرودهای پیچیده و شرایط سخت پیروز و سرفراز بیرون می آمدند.